33 سال از درگذشت پوران، خواننده بسیار بسیار خوب قدیمی گذشته است. درباره او صحبت میکنم و فرجام تلخی که برای او داشت، فرجامی تلخ برای صدایی محزون و زیبا. زندگی پوران سرشار از اتفاقاتی خبرساز بود که هنر و صداش رو تقریبا به حاشیه برد. در تاریخ موسیقی معاصر ایران برخی ترانه ها و خوانندگان آنها به قدری بین عام و خاص شهرت پیدا کردند که به رغم تکرار آن از نسلی به نسل دیگر همچنان در زمره آثار و ترانه های بیاد ماندنی اند و از خاطر نخواهند رفت. ترانه گل اومد بهار اومد پوران از چنین ویژگی برخوردار است. ترانه‌ای که بیژن ترقی شعر اون رو سرود و مجید وفادار ملودی زیبای اون رو ساخت و پوران با صدای محزون و تأثیر گذارش اون رو خوند. این ترانه به رغم آن که سالیانی است که از عمرش می‌گذرد، برای نخستین بار در نوروز سال 1357 با حضور خود پوران در برنامه نوروزی تلویزیون بازخوانی شد تا نوستالژی اون برای ایرانیان بیشتر بشه. مخاطبان و علاقمندانی که پس از آن و بیش از 40 سال دیگر تکخانه هیچ زنی رو نشنیدند. این ترانه بعدها و به تکرار از سوی خوانندگان دیگر در محافل بزم و شادی بارها و بارها بازخوانی شد و می شود. پوران 12 مهر ماه هر سال سالگرد درگذشت اون هست، 1 ماه 2 ماه دیگر، و در تاریخ ترانه و موسیقی ایران نامی ویژه در موسیقی داره. مرگ او در تلخی و درد واقع شد، چرا که برای پیگیری یک مسئله خانوادگی تقسیم ارث به ایران رفت، درگیر یک بیماری پیچیده شد و همزمان ممنون خروج شد تا مرگی تلخ رو پیش از پایان دهه 6 زندگی تجربه کند. او 12 بهمن 1312 به دنیا آمد و از جمله هنرمندانی بود که در میان سالی بوسه مرگ و خط پایان زندگی او رقم خورد. پوران که نام اصلیش فرهدخت عباس طالقانی بود، خوانندگی رو تحت تأثیر خاله آوازخانش عزت روحبخش تجربه کرد. خود از روزی یاد می‌کند که به همراه خالش به صف فروشی رویال رفته بود تا او، یعنی خانم روحبخش، صفحه جدیدش رو پر کنه. خالم کار فوری داشت، رفت تا پس از مدتی برگرده، ارکستر آماده بود و از من خواستند که بخونم و من خوندم بدون آن که بدانم صدایم رو دارند ضبط می کنند. همان صفحه فروشی رویال اولین صفحه من رو به نام کجایی کجایی به بازار فرستاد که پشت این صفحه آهنگ رفتی نگفتی پر شده بود. با همین صفحه مردم با صدای من آشنا شدند. اوج دوران طلایی پوران حاصل همکاری او با ناصر رستگارنژاد و عباس شاهپوری بود. رستگارنژاد در گفتگویی که رادیو آلمان با او داشت از ساخت 24 ترانه برای پوران یاد کرده است که از جمله معروفترین اون ترانه رقیب و نیز شب بود بیابان بود رو میتوان نام برد. شب بود بیابان بود رو بعدها ویگن هم خواند. همکاری رستگارنژاد با پوران به دلیل آنچه که ناصر رستگارنژاد در همین گفتگو حسادت نامید قطع شد، اما او بر صدای بی‌نظیر پوران تأکید کرده و میگوید من به جرأت میگویم که در زمان حیاتم خواننده‌ای به استعداد پوران در فراگیری ترانه ندیدم. در ادامه وقتی از او میپرسند که بین دو خواننده‌ای که برای آنها ترانه ساخته است، الهه و پوران، کدام رو بیشتر میپسندد، از پوران نام میبرد و استعدادش رو شاهکار میخواند. دیدگاه رستگارنژاد از آن جهت اهمیت دارد که او از معدود ترانه‌سراهایی بود که با نوت و موسیقی و آهنگسازی نیز
علاوه بر سرودن شعر آشنا بود. در همین دوران یکی از خاطر انگیزترین ترانهای پوران و شاهپوری به عنوان تک درخت در مایه اصفهان ساخته میشه. شعر این ترانه رو اسماعیل نواب صفا سرود که بعدها همین عنوان رو بر کتاب ترانه‌هاش نهاد. مرگ تلخ پوران در خاک وطن بسیار غم‌انگیز است. درباره فرجام کار پوران و اینکه چه شد او نتوانست در لس آنجلس موفق شود، شاید تنها منبع همان سخنان رستگار نژاد با رادیو آلمان باشه، او که سالهای قبل از انقلاب و بعد از ساخت 24 ترانه همکاریش رو با پوران قطع کرد. بعد از انقلاب و در لس آنجلس بار دیگر پوران رو در مغازه خاربار فروشی ملاقات میکنه و آنچنان که خودش تعریف میکنه با اصرار پوران دو ترانه براش میسراید. پیشبینی ناصر رستگار نژاد این بود که پوران میتواند گل کند و در لس آنجلس شهرتی به هم بزند، اما اجراهای پوران چندان موفق نبود و او سرخورده از این بی‌توفیقی کار رو رها میکنه. رستگار نژاد اختلاف با همسر دوم یعنی روشنزاده رو یکی از دلایل این عدم موفقیت میداند و عنوان میکنه که پوران سپس به ایران رفت و مدتی با گوگوش همخانه شد تا اینکه به دلیل عود کردن بیماری کبدی در بیمارستان درگذشت. دقیق ترین روایت مرگ پوران رو شاهرخ نادری در کتاب خاطرات خودش نوشته. به گفته او پوران از او میخواهد که سه تن رو بر بالینش بیاره. گوگوش که مدتی در منزل پوران زندگی میکرد و از قراری بعد از انقلاب آن دو مدتی با هم همخانه بودند. مسیبی و عباس شاهپوری. گوگوش و مسیبی رو نادری با آسانی بر بالین پوران میاره، اما برای آنکه عباس شاهپوری رو راضی به آخرین دیدار با همسر سابقش بکنه تلاش بسیاری کرد. وقتی به بیمارستان رفتیم در چهرهش دیدم که این مرد با چه التهاب و هیجانی تن به درخواست من داده است. وقتی در اتاق رو باز کردم و عباس شاهپوری پوران یعنی خانم سابقش رو دید، تمام بدنش شروع به لرزیدن کرد و نتوانست خودش رو نگه دارد و تخت او رو با دو دستش گرفت تا خودش رو بتونه نگه داره. همون لحظه پوران بهش گفت عباس منو ببخش. هنوز هم مردم بعد از 35 سال جدایی میگویند پوران شاهپوری و عباس هم گفت من بخشیدم، اتفاقی نیفتاده است. شما و رادیو خاطرات هنری شاهرخ نادری صفحه 413. در نهایت پوران خواننده در 12 مهر 1369 در بیمارستان خاتم الانبیاء تهران درگذشت و پیکر او در امامزاده طاهر کرج دفن شد. اگرچه صدای تأثیر گزارش پس از گذشت بیش از 3 دهه از درگذشت او همچنان نوازشگر گوش مشتاقان موسیقی ایرانی است.